سوالات بسیار زیادی که بعد از دیدن ویدیوی عینک تو بردار برای شما عزیزان پیش اومده آیا کسانی که دچار مشکلات شبکه چشم هستند مثل اگز و که همون ترشواتی هست که پشت شبکه چشم جمع میشه یا ماکولا و آب مرواری دگه دارن آب سیاه دارن فشار چشم خشکی چشم یعنی که فرموده بودیم ما از کجا اصل ارگانیک گیر بیاریم ممکنه اصل چشم ما رو کور کنه و از جور سوالات که ما قصد داریم تو این ویدیو بهش پاسخ بدیم سلام به دوستان خوبمون. فرش اسفیدانی هستم، پژوهشگر و مشاور بین‌المللی سبک زندگی سالم. شبکه چشم در حقیقت اطلاعات رو جمع میکنه و از طریق عصب بینایی به مغز میرسونه و همون باعث میشه ما همه چیزو خیلی به وضوح و تمیز ببینیم اما گاهی دچار مشکل میشه در حال حاضر هم خیلی درمانی برای مشکلات شبکه چشم وجود نداره تو ویدیوی عینکتو تو بردار ما کامل بهش پرداختیم یه سری از موارد رو به صورت موزعی و یه سری از موارد رو به صورت خوراکی توصیه کردیم افرادی که انجام بدن نتیجه میگیرن از تجربیاتمون براتون گفتیم گفتیم کسانی که نکتارهای نارنجی میخورن که ویتامین آ یا همون بتا کاروتن دارن مخصوصا نکتار انبه که سرامت و بهترین این نکتار ها بود اگه روزان سفنجان میل کنن مشکلشون حل میشه به صورت موضعی گفتیم اگه شما اصل بزنین که و باز خیلی سوال پیش اومد که ما اصل رو چطوری رو چشممون بذاریم ممکنه خطرناک باشه ما اصل ارگانیک در اختیار نداریم خب اینجا باید بهتون بگم دوستان اصل طبیعی باشه ارگانیک یه موردی هست که خیلی باید یک شرایط خاص و ویژه‌ای داشته باشه اصل, اصل ارگانیک حقیقته که خیلی ها راحت در دسترس ندارن اصل خوبی باشه یعنی اصل طبیعی باشه مال زنبور باشه تقلبی نباشه ممکنه که یه سری اصل ها رو تو فصلی که گل گیاه وجود نداره و تو زمستون هست ممکنه یک تایمی اینا حتی تغذیه شکر هم داشته باشن اما بیشترین حجمی که زنبور داره تغذیه میکنه از گل گیاه هست این اصل ها اصل های خوبی هستن ارگانیک نیستن اما اصل های طبیعی و خوبی هستن زنبور هم فعل انفالاتی که انجام میده اون شکر سفید و تبدیل به یک قند قابل جذب میکنه پس اصل هایی که به قول گفتنی زنده هستن مشخصات اصل زنده هم مثل موجودات زنده به سرما و گرما واکنش نشون میدن یعنی تو هوای گرم خودش رو رها میکنه اون اصل شلتر میشه و تو سرما خودش رو میگیره و منجمد میشه این اصل ها مشخصش اینه اصل های خوبی هستن و شما خیلی راحت میتونید برای ضعف بیناییتون ازش استفاده کنید طریق استفادهش هم اینه که شما میتونید یه قطره چکونو اگه یک نصف اون یا یک دومش اصل باشه ما بقیش آب جوش سرد کاملا با هم ترکیب میکنید روزی چند بار که ما توصیه روزانه سه بار هست تو داخل چشتون میچکونید این از بحث اصل ها لایک شما عزیزان باعث میشه این ویدیو رو افراد بیشتری ببینن شاید اجرای یک دونه از این راهکارها نجات بخشی باشه برای مشکلات چشمی خیلی ها درگیر اینجور مسائل هستن اما کسانی که نگرانی از این قضیه دارن ممکنه اصلشون خوب نباشه خاطر جمع نیستن از این راهکار جایگزین استفاده کنن ما بهتون توصیه میکنیم از سرمه استفاده کنید خیلی شاید ندونن سرمه چی هست و خیلی هم میدونن که سرمه چی هست سرمه در طب ایرانی ما یه جایگاه بسیار ویژه داره که به دو تا دلیل خانوم ها ازش استفاده میکردن هم جنبه زیبایی داشته و هم جنبه درمانی جنبه درمانی برای آقایون هم داره حالا ما چطور میتونیم این سرمه رو خودمون درست کنیم که کاملا خاطر جمع باشیم که کیفیت خوبی داره تقلبی نیست شما میتونید یک عدد بادوم یک تیکه کوچیک گردو فندق و پسته مستقیم روی شعله گاز بذارید لازم نیست داخل ظرفی باشه مستقیم روی شعله باشه وقتی که این چهار مغز داره میسوزه چون چربی هم داره طبیعتا یک دودی ازش بلند میشه شما اینجا میتونید یه ظرفی که تقریبا گود هست مثل یه مایتابه کوچیک هر چی کوچیک‌تر باشه بهتره برمیگردونین و روی این چهار مغز می‌ذارین یعنی رو گازتون اینو برمیگردونین این دوده ها می می‌چسبه به سطح اون ظرفتون و بعد از اینکه خنک شد شما با یک نوک چاقو میتونید این دوده‌ای که چسبیده به ظرفتون خیلی راحت جدا میشه داخل یک کاغذ بریزید کاغذتون خیلی باریکش کنید و بریزین تو اون ظرف مورد نظرتون که سرمدان هست که یک میل باریک داره این اون چیزی هست که به شدت چشم رو تقویت میکنه و کلا مشکلات چشمی یعنی آستیب دیدن ماهیچه های چشم اینجا اگه شما دچار فشار چشم هستین چشمتون خشکی داره شبکه چشمتون آسیب دیده آب ملواری دارید آب سیاه دارید و هر مشکل چشمی که دارین با خیال راحت با این آدابی که خدمتون میگم استفاده کنید میلی که آغشته به سرمه هست ابتدا چشم راستتون میکشین بعد چشم چپ و دوباره راست یعنی شما سه مرحله چشمتون رو سرمه میکشین چشم راستتون رو دوبار و چشم چپتون رو یک بار روز و کانال ما نیستید ما رو سابسکرایب کنید و ویدیوهای ما رو ببینید ما سبکی بسیار ساده داریم برای درمان بیماری ها چون به علت میپردازیم علت هم که مشخص میشه درمان ساده تره این ویدیو رو بفرستیم برای کسانی که حقیقتا به این اطلاعات نیاز دارند.